21مین روز بهمن ماه برابر با 10 فوریه، سال 1133 خورشیدی برابر با 1755 میلادی، درگذشت شار مونتسکیو، فیلسوف، حقوقدان و نویسنده فرانسوی. سال 1141 خورشیدی برابر با 1763 میلادی، امضای قراردادی میان انگلیس و فرانسه در پاریس که فرانسوی ها آن را قرارداد شوم پاریس می خوانند. سال 1269 خورشیدی برابر با 1891 میلادی، درگذشت سونیا کوالوسکی، ادیب و ریاضیدان روسی. سال 1301 خورشیدی برابر با 1923 میلادی، درگذشت ویلهلم کنراد روتنگن، فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس. سال 1315 خورشیدی برابر با 1937 میلادی، درگذشت علی اکبر داور، وزیر دارایی وقت، که گروهی معتقدند وی در خانه‌اش در تهران با خوردن تریاک خودکشی کرده است. سال 1325 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، دو سال پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، قرارداد صلح بین دولت‌های متفقین شامل آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه با شکست خوردگان متحد شامل ایتالیا، فنلاند، لهستان، مجارستان، رومانی و بلغارستان امضا شد و به این ترتیب این شش کشور بار دیگر استقلال خود را به دست آوردند. بر اساس این قراردادها همچنین سرنوشت قسمت‌هایی از مناطق تصرف شده مورد بررسی قرار گرفت و از جمله چهار منطقه مرزی از تسلط ایتالیا خارج و به فرانسه واگذار گردید: جزایر آدریاتیک به یوگسلاوی، جزایر دوتکانس به یونان، منطقه شمالی رومانی به روسیه و پتسامو در فنلاند به روسیه واگذار گردید. در همین راستا ایتالیا به پرداخت 360 میلیون دلار غرامت و ایجاد یک منطقه آزاد محکوم شد. سال 1326 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، کشته شدن محمد مسعود، ناشر روزنامه مرد امروز، هنگام خروج از چاپخانه محل چاپ روزنامه‌اش در خیابان اکباتان بر اثر اصابت گلوله. سال 1334 خورشیدی برابر با 1956 میلادی، درگذشت عباس اقبال آشتیانی، مورخ، ادیب و نویسنده معاصر ایرانی. سال 1351 خورشیدی برابر با 1973 میلادی، دکتر غلام رضا کیان به ریاست دانشکده اقتصاد و دکتر حسینین به ریاست دانشکده کشاورزی منصوب شدند. سال 1352 خورشیدی برابر با 1974 میلادی، نیروهای مسلح عراقی مرکب از یگانهای تانک و پیاده و زرهی با پشتیبانی شدید توپخانه پاسگاه‌های مرزی ایران را در مناطق باختری مهران و حوالی رضا آباد مورد تجاوز قرار دادند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، تصویب لایحه انحلال ساواک و محاکمه وزیران توسط مجلس شورای ملی.